حرفای جدید و ناگفته گوگوش در مصاحبه جدیدش حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم گوگوش در مصاحبه جدیدی که داشتند به حرفای ناگفته و مسائل شخصی خصوصی خودشون برای اولین بار پرداختند که حرفای جدید گوگوش همه رو متعجب و شوکه کرد. گوگوش سال هاست که در آمریکا زندگی میکنه و شاید حرف ناگفته و جدید او برای همه طرفداران او یک مسئله شوکه کننده باشه. خانم گوگوش در مصاحبه جدیدی که داشتند اعلام کردند و گفتند: من سال هاست که در آمریکا زندگی می کنم، اما باید بگم که متاسفانه تسلط کافی به زبان انگلیسی ندارم. نه خوب می تونم انگلیسی رو خیلی روون و فول صحبت کنم مثل یک آمریکایی، نه می تونم مثل یک آمریکایی انگلیسی رو خوب بشنوم. مشکل شنیداری و گفتاری در زبان انگلیسی دارم. بیشتر راحتم که فارسی صحبت کنم، چون بسیاری از هموطنان ما و فارسی زبانها اینجا در آمریکا در کنار هم زندگی می کنند و وقتی ما به بیمارستانها و مکانهای عمومی مراجعه می کنیم در کنار زبان انگلیسی ترجمه زبان فارسی هم نوشته شده و این به خاطر تراکم جمعیت فارسی زبان در کشور آمریکاست، به خصوص در لاس‌وگاس و لس آنجلس. اغلب انگلیسی زبان نیستند و بیشتر فارسی زبان هستند و ما هم مثل ایران با هم فارسی صحبت می کنیم، البته با ایرانی ها. در واقع میشه به لس آنجلس گفت تهران جلس. من از این بابت بسیار خوشحال هستم که در کنار ایرانیان و فارسی زبانان در آمریکا زندگی می کنم، گرچه خیلی هاشون هم با من مخالف هستند و دل خوشی از من ندارند، اما همین که هستند از این بابت خیلی خوشحال هستم. راستش رو بخواین خیلی از ایرانی های مقیم خارج از کشور دوست ندارن با همزبان های خودشون به خصوص با ایرانی ها در ارتباط باشن، چون هر جا که بالاخره یکی از هموطنانمون وارد اون محول میشه خلاصه یه دعوایی، یه اتفاقی، یه مشکلی پیش میاد. به همین خاطر بیشتر ایرانیان مقیم آمریکا دوست ندارن زیاد با هم در ارتباط باشن. اما خب من رها رو دارم، بابک رو دارم، ندا رو دارم، بعضی از نوازنده های فارسی زبان خودم رو دارم و دوستای خوبی مثل شهریار قنبری دارم و بسیاری از دوستان خوبی مثل شهریار. البته بسیاری از همکاران من هم در آمریکا در لس آنجلس هستند. اخیراً هم دختر ابی عزیزم، دختر دوست و همکار عزیز و قدیمی من، عسل عزیزم در کنسرت من شرکت کرده بود و من هم در کنسرتم از عسل عزیزم و همچنین ابی عزیزم تقدیر و تشکر کردم و از همه حضار خواستم که برای ابی و دختر عزیزش دست بزنند و به پای این عزیزان بلند بشن. هیچ وقت فکر نمی کردم که معین به کنسرتم بیاد، اما اون خیلی با شخصیت و با احترامه. من و معین هم سن و سال هم هستیم تقریبا، ولی خب اون بسیار خاص و بی‌حاشیه و متفاوت هستش نسبت به سایر همکارانم. در بین خواننده و همکارانم عاشق صدای هلن هستم و عاشق صدای معین هستم و خیلی خوشحالم که این شانس رو داشتم که معین عزیزم به کنسرتم اومد و در تور آخر کنسرت‌های من اومد و من رو همراهی کرد و با من همدلی کرد. دوست ندارم از صحنه خداحافظی بکنم، اما به اجبار باید بگم که این واقعیت داره و من از صحنه خداحافظی میکنم. باید بگم که رها رو خیلی دوست دارم و اون عشق منه، دوستان عزیز. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حرفای جدید خانم گوگوش در مصاحبه اخیرش. لطفا تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خانم گوگوش در مصاحبه جدیدی که داشتند از عشقشون به رها اعتمادی گفتند و اعتمادی که به او دارند و در نهایت عشقی که
باعث خیانت به خانم گوگوش شد و بسیاری از دوستان و نزدیکان خانم گوگوش و حتی خود او را شوکه کرد. خانم گوگوش در این مصاحبه اعلام کردند و گفتند رها اعتمادی همه چیز و همه کاره منه. اصلا گوگوش به خاطر رها اعتمادی الان روی صحنه میره. اگر رها نباشه برای گوگوش اجرا و ترانه های در حال حاضر معنی نداره. این رها هستش که به گوگوش رنگ و بوی خاصی میده. من از روی 3 سالگی روی صحنه بودم، اما هرگز یک آدمی مثل رها را ندیدم. رها خود عشقه. واقعا من با رها زندگی کردم و از صمیم قلب عاشقشم. اون ترانه های درجه 1 رو می سرایه و همه کارهای بزرگ من توسط رها شکل می گیره. اگه الان من می تونم برای شما ترانه های خوبی بخونم، باعث و بانیش رها اعتمادیه. من انقدر رها رو دوست دارم و فکر و اندیشه اون رو دوست دارم که رها رو به دوستانم هم معرفی کردم تا از استعداد او استفاده بکنند و قراره یک بنیادی به نام بنیاد پل رو را بندازم و از رها خواستم که به دوستان من ملحق بشه و از قشر ثروتمند ایرانی ها دعوت بکنه تا اونها هم سهیم بشن. اما دعوت رها به جایی نرسید و در نهایت اونها دست رها رو پس زدن. مثلا برای یه کار خیر رها دوستای من رو دعوت کرد برای بنیاد پل، در نهایت اونها سر قرار نیومدند و خب هر بار از این اتفاقا، اما دلیلش نمیدونم چیه. هر بار رها رو سر هر قراری میفرستم هیچکی نمیاد دست یاری به رها بده. با اینکه رها همه جوره عشق منه، نور چشم منه، واقعا من عاشقانه دوستش دارم و او بی نظیره. به عنوان یه جوان امروزی با تفکرات خاص و متفاوته و اون همه چیز منه، همه کس منه. اما جالبه بدونید که خانم گوگوش نمیدونه که رها کیه. عشق رها چشمای گوگوش رو متاسفانه کور کرده. شاید این واژه خوبی برای یک شاه ماهی موسیقی کشورمون نباشه، اما خانم گوگوش آنچنان عاشق رها شده که بدیهای او رو به فال نیک میگیره. جالبه بدونید بسیاری از دوستان و نزدیکان خانم گوگوش که دست رها اعتمادی رو برای همکاری رد کردند، دلیلش این بوده که رها اعتمادی رو شناخته بودند و در موردش تحقیق کردند و در نهایت دیدند این رهایی نیست که گوگوش ازش تعریف میکنه. بنابراین اصلا نمیشه به این آدم اعتماد کرد. جالبه بدونید که خیلی از نزدیکان خانم گوگوش با چشم خودشون بی حرمتی هایی که رها به گوگوش میکنه رو دیدن. وقتی که در پشت صحنه گوگوش توسط رها مورد آزار و اذیت روحی قرار میگیره و مجبور میشه به زور خودش رو کنترل میکنه رو اینا رو دیدن. وقتی رها عصبی میشه و گوگوش رو با دستش هل میده روی صحنه، اینا رو همه دیدن. بنابراین با این اوصاف رها نمیتونه گزینه خوبی برای همکاری با دوستان و نزدیکان خانم گوگوش بشه. خانم گوگوش که خودش داره با این شخص زندگی میکنه و از او به عنوان عشقش در مصاحبه اخیرش یاد کرده و در واقع حالا رها اعتمادی شوهر قانونی و رسمی او محسوب میشه، متاسفانه هنوز هم داره خودش رو گول میزنه. و امیدواریم که چشمای گوگوش یک روزی حقیقتها رو ببینه. گرچه میبینه، اما مجبوره که به خاطر تهدیدهای رها اونجوری رفتار بکنه که رها ازش خواسته و این برای گوگوش یک شرایط بسیار سخت و دردناک هستش. کامبیز قربانی، پسر خانم گوگوش، در افشاگری های جدیدشون در مصاحبه اخیرشون اعلام کردند و گفتند مادرم به من اعتماد نمی کنه. متاسفانه اون دوزای سرگردنی مثل مهداد آسمانی و رها اعتمادی رو می خواد که در پشت صحنه از مردم به زور پول های هنگفتی می گیرن تا
یه دقیقه با گوگوش عکس یادگاری بگیرن و از این کارهای مسخره که در شأن مادر من نیست. من اون زمان با چشمای خودم می دیدم که مهرداد از مردم پول می گرفت و با اونها وعده سر خرمن می داد و بهشون می گفت آره به من پول بدید، من می زارم با گوگوش عکس یادگاری بگیرید. من قول می دم که کاری کنم گوگوش با شما یک آهنگ مشترک بخونه از این کلاه برداری و شیاد بازی ها. و خب من هر بار ممانعت می کردم در نهایت می رفتن از من پیش مادرم بد و بیرا می گفتن و می گفتند پسرت کامبیز قول تشن و از این حرفا. و در نهایت چون مادر من از من متنفر بود و عاشق اون نبود، یعنی عاشق دوست پسراش بود و عاشق شوهراش بود، در نهایت طرف اونها رو می گرفت. مادر من متاسفانه خودش می خواد که بهش خیانت بکنن، خودش میخواد که آبرو مال و جان او خیانت بکنن. به هر صورت هر کسی میتونه حق انتخابی داشته باشه. مادر من منو نخواست. اون موقعی که من دور و بر مادرم بودم هیچ کس اجازه نداشت نزدیک مادر من بشه. من به راحتی میتونستم صندلیای مادرم رو به این و اون هدیه بدم و توی کنسرت ها بیان مفت و مجانی بشینن و در واقع این پولا رو بذارم توی جیبم و مثل اونو پدر سوختگی بکنم. خیلی از این فرصت ها داشتم. پسر گوگوش بودم و خلاصه میتونستم یه کارایی انجام بدم. اما نه من اون آدم بودم که بخوام از مادرم بدزدم نه چیز دیگه. اما در نهایت مادرم کاری رو با من کرد که هیچ کس نکرد. ضربه ای رو تو دنیا به من زد که هیچ کس نزد. دوستان عزیز، این هم قسمتی از افشاگری های کامبیز قربانی پسر خانم گوگوش بود. لطفاً نظراتتون رو راجع به خانم گوگوش و حواشی این روزهای او و زندگی او و تعاریف او از رها اعتمادی در قسمت کامنت ها بنویسید. آیا به نظر شما رها اعتمادی همینطور که خانم گوگوش میگه آدم مورد اعتماد و در واقع آدم خوبی هست یا نه؟ اصلاً او باید شوهر گوگوش میشد به نظر شما یا نه؟ لطفا نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک و آلمان و سوئیس و دانمارک و انگلیس و فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر لطفا شیر بکنید و حتما در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال های نیوز تیوی، حاشیه مدیا و فکت نیوز رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید و وارد کانال هامون بشید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید و روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کنارش رو حتما فشار بدید و تا آخر ویدیو هامون رو ببینید. ممنون از همراهی شما. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.